بریتانیا خواهان مبارزه جدی حکومت افغانستان در کار مبارزه با فساد اداری شده است گوردن براون نخست وزیر بریتانیا در تازهترین سخنانش هشدار می دهد که اگر حکومت افغانستان در مبارزه با این پدیده بی تفاوت بماند توجه جامعه جهانی به افغانستان کاهش خواهد یافت و حکومت پشتیبانی مردم را نیز از دست خواهد داد من آماده نیستم که زندگی مردان و زنان بریتانیا را به خاطر دولتی که در برابر مبارزه با فساد استادگی نکند با خطر مواجه سازم آقای براون میگوید که چند حکومت افغانستان به خاطر گسترش فساد داری بر سر زبان هاست اما حامد کرزی تعهد کرده است که پس از این مبارزه جدی را با این پدیده آغاز خواهد کرد نخست وزیر بریتانیا میگوید هرچند موفقیت بریتانیا در افغانستان حیاتی است اما اگر حکومت افغانستان تغییرات اساسی را روی دست نگیرد پشتیبانی جهانی را از دست خواهد داد حمایت جهانی به اندازه دستاوردهای در پنج بخش کلیدی تعلق می گیرد. امنیت، حکومتداری، مصالحه، توسعه اقتصادی و بهبود روابط با همسایگان افغانستان. این نظارات آقای براون به دنبال کشته شدن هفت سرباز بریتانیایی در افغانستان صورت گرفت که پنج تن از این سربازان را سه روز پیش یک سرباز پلیس افغان با شلیک گلوله در هلمند کشت پیش از این نیز ایالات متحده آمریکا به حامد کرزی شش ماه ضرب تعیین کرد تا فساد اداری را ریشکن سازد روزنامه تایمز نگاشته بود که اوباما تهدید کرده است که اگر این خواستها در شش ماه عملی نشوند امریکا از افغانستان بیرون خواهد رفت زیرا او نمی خواهد زندگی سربازانش را به خاطر هیچ زایی سازد. آوردن تغییرات در کابینه نیز از خواستهای اوباما هستند. بریتانیا یکی از متحدان کلیدی ناتو در افغانستان است. این کشور در حال حاضر نزدیک به 9000 سرباز در افغانستان دارد که بیشتر سربازان در بخش های ناامن کشور مستقر هستند.